حاجی منم نادر بعد این طرف بعد نباشه حاجی خبریه؟ نه چیزی نیست هر بابی کمی درد گرفته بود گاهی جوری میشه حالا شما اینجا دنبال چیزی میگردی چیزی میخواستی از طرف حاج خانم پیغمه بوده لا حاج خانم که سلام رسوندن حقیقتا ما دنبال کار شخصی خودم آمدم حاجی دنبالی اوتو ها زغالی ها هست قدیمی ها دنبال اونا میگردم داشتیم اینجا داشتیم حالی شما برای چی همچی چیزی میخواهی؟ همینطوری عمم سفارش داده بود گفتم که براش بگردم پیدا کنم ببخشید حاجی گفتی که داشتیم یعنی الان نداری دیگه؟ نجوم دارم مشتری نداشت دیشب با یه مشک خیرت پرت دیگه برداشتم بردم خونه آه تو زیر زمینه دیگه لبه؟ ایچی ایچی خب حاجی اصلا ما مزاحمتون نباشم دیگه برم به کارم برسم ها با اجازه شما میبینم حالا اگه میگم اگه خیلی عجله داری آدرس بهت بدم تو بازار میتونی عین خودشی بگیری نه نه عجله که ندارم خب میمونم منتظرتون تا برگردین حاجی نوکرتون خدا حافظ حاجی ماشاءالله چه خط قشنگی داری ریحانه جون ممنونم سیه جون میگم تو که اینقدر قشنگ مینویسی چرا همش مثل هم مینویسی حرف بدی زدم؟ نه آخه برای چند تا از دوستام که خط بلد نیستن مینویسم ها یعنی تو داری تکلیف اونا رو مینویسی؟ تکلیف اونا؟ یه جورایی بله وقت فکر میکنی این کارو کار درستیه؟ نمیدونم آخه میدونین به ازای هر کدوم از اونایی که واسهشون مینویسم 300 تومنو میدن بعد تا آخر سال کلی میشه میتونم پیشقصه کامپیوتر رو بدم ها تو این حرفو شنفتی که میگن ای میخوای به یکی کمک بکنی به جایی که بهش ماهی بدی ماهیگیری یاد بده؟ تو میتونی این کارو رو بهشون یاد بدی یادشون بدی بنویسن یعنی من برم به اونا درس بدم؟ چرا که نه؟ خب انسیه جون جاشو ندارم کجا بهشون درس بدم؟ خب بیارشون همینجا این همه جا خب ما که تا آخر ما رمضون داریم از اینجا میریم
صداش نزدی از اونجا بلند شد دوباره اینجا خوابید. ولش کن بخوابه که روز بهش واجب نیست. ولش کن. میدونم خودش میگه میخوام بلند شم. کله گنجشکی میگیره. ولش کن مامان گناه داره. فردا مسابقه فوتبال داره. عزیزم فردا شهر میشه به صداش بزنم. امین. پاشو مامان. پاشو الان از اون میگم. امین بابا. امین. بله. بلند شو. پاشو قربونت برم. من دوست ندارم میگو میخوام. میگو. خب میگو دیدی بچه. میگم شب آخر مامانت میگو پلو درست کنه. خوبه؟ باشه. پس منم میخوام دوست شب آخر. همین پرونت برن. پوشو عزیزم. شکر کردم. یه لقمانو پایین سبز بهم برن. نه دورت بگردم. چشم. چشم. تو زور میگیری؟ آقا ناده اینجا نشستی که عزیزت که عشقت بیاد به نازت زدتا وای با خودم خدایا مگه من از دنیا چی میخوام تمام دلخوشیارو به اندازه سر سوزنم که نمیشه خود چرا هر راهی که میرم سخت میشه خدا چرا خدا یا کمکم کن خدا کمکم بکن بسمه دیگه کم آوردم دیگه کم آوردم نه چرا تنهام گذاشتی نه خرق شدم تو کسافت تو منجلاب خیانت کردم با آدمای که همشون با ما صادق بودن نه نیستی با کی حرف بزنم خدا جبران میکنم حسن آقا جونم
فقط میتونم بگم شرمنده. حالا فهمیدم برای همه چیا بود نمیخواستی بفروشیش. تقصیر تو نبود، تقصیر خودم بود. نه، تقصیر خودم رو سیاه شدم بود. ای من اینقدر اصرار نمیکردم بفروشیشو، حالا انگشتر رو اینجا بود. انسی خانم جونو، انسی خانم میشه تنهی با شما صحبت کنم؟ ای بای مسکن ناراحته. ها عزیزو، ما با آدمی که فکر میکنی نیستم. انسی خانم، شما جای مادر نداشته ایمونید. میخوام اعتراف کنم، میخوام به شما اعتراف کنم، ما از اعتماد و محبت شما سوء استفاده کردیم. بذارین بگم، دیگه هیچ چیز برام مهم نیست. دیگه از گیر افتادن و زندان نمیترسم، از یه چیزه میترسم. ما آشپز نیستم، اصلا این کارهای بلد نبودم. اومدم اینجا یه چیزایی یاد گرفتم. به بانی آشپزی اومدم تا چراغ لاله که فکر میکرم مال هما خانومه از حاجی بدوزم. اما خب میدونی که دیگه اینجا نبودم. خواستم برم، رفتم، اما بعد فهمیدم که حسن آقای بهروزی یه عتیقه گران قیمت داره. انسی خانم، به خدا اگه ما از خر محتاج پول نمودیم این کارهای نمی کردیم. فقط برای پول؟ برای پول اومدم اینجا، اما خب بعد یه چیزای دیگه پابندم کرد. شما، آدمای خونه، امیر، بعدش هم که فرشته خانم. آخه میدونی فرشته خانم خیلی شبیه دختری بود که تو رویاها میدیدم. وقتی اومد اینجا دیدمش گفتم آقا نادر دیگه همه چی تمام شد، همونی شد که میخواستی، این کار آخر انجام بده دیگه، خلاف تو عبد و ده بذار کنار. اما اشتباه میکرد. چطور شد؟ فرشته خانم اونو نیست که نشون میده، اینو دیشب فهمیدم. او پلیس اومده اینجا تا مانو تعقیب کنه، مانو گیر بندازه. میبینی انسیه خانم؟ میبینی؟ حالا هم که یه بار عاشق شدم و خواستم مثل آدم ها زندگی کنم، عشقم دشمنم عذاب ترم. دیگه خسته شد. ایچی چیه؟ نمیخواد پلیس بازی در بیاری، بیا تو. فرشته بیا تو. از دست جفتتون عصبانیم، هر دوتاتون به ام دروغ گفتی. چطور که برای دزدی اومدی اینجا، چطور که برای پلیس بازی اومدی؟ خجالت بکشین. ای باید هر چی زودتر برسه دست صاحبش. شما هم خودتون میدونید. صبر کنید. پس دوستتون چی میشه؟ رئیستون زن بچه‌شو میکشه. وای خدا، اینجا چه خبره؟ جریان کشتن زن و بچه چی چیه؟ این آقا نادر و دوستش همکار یه نفر قاچاقچی حرفه‌ای عتیقن که برای به دست آوردن پول هیچ ابایی از کشتن آدم ندارن. صبر کن. این آدمی که تو میگی متاری مرتبه هم میدمش. انسی خانم، ما هیچ کارام. درست میگه، کاری نیستن. واسه همینم هست که تا حالا دستگیرشون نکردیم.
چون میخواستیم به آدم اصلی باند برسیم، اون که پشت همه این ماجرا هست. این آدم بیشعور برای چی میخواد زن بچه دوست نادر آقا رو بکشه؟ چون عتیقه رو میخواد. زن و بچه اصغر رفیق نادر رو گروگان گرفته تا بتونه این دوتا رو مجبور کنه که عتیقه رو واسش ببرن. حالا که همه چی معلوم شده، من به عنوان یه مامور پلیس حرف میزنم. ما به این عتیقه نیاز داریم. آقا نادرم باید طبق قرار این عتیقه رو به آدم اصلی این باند برسونن تا ما بتونیم گیرشون بندازیم. خب شما باید هر طور شده جون او زن بچه هم نجات بدیم. این هم باید برسه دست صاحب اصلیش. به اندازه کافی دست به دست شده. حتما لازم نیست چشم و چراغ داشته باشیم. بدون اونم میشه قرار گذاشت. بله اما خطرناکه. ظاهرا که ما و اصغر باید این خطر رو به جونمون بخریم. پس شما با ما همکاری میکنید؟ بله. خانم ببخشید، منزل آقای سعادت این دور برای شما سراغ ندارید؟ نمیدونه از مامان ندارید. مادرت ایشون. سلام خانم. احوال شما شرمنده. ای آدرس به من دادن منزل سعادت. قبلا اینجا بودن، الان چهار تا کوچه برتر رفتن. برین از اونجا بپرسید. خب چهار تا کوچه که نمیدونم بشمارین مشخصه. بشمارین ببین چهار تا کوچه پایین تر. یعنی هم میشناسنشون؟ بله بله. ممنون. آخرش بی تجربگی این دختر کار دستمون داد. من نمیفهمم این دختر چه جوری خودش رو لو داده. حالا اوضاع خیلی هم که بد نشده که. نادر قرار با اون همکار کنه. بله. اما رو قول یک خلافکار نمیشه حساب کرد. اگر این دختره نقشه رو خراب نمی‌کرد مطمئن‌تر بودی. من که از روز اول گفتم با زن نمیشه کار کرد. خود شما اصرار کردی. خیلی خوب تو هم. الان تنها امیدمون نادره. او هر کاری میتونه برامون بکنه. خانم مطهری میگفت که نادر الگانس با هم تماس میگیرن و قرار تعویض انگشتری با خانواده اصغر میذارن. آها. نکته خوبی نه؟ خانم عدس من عصبانیت نه؟ معلومه که عصبانیم. بهم دروغ گفتی، گولم زدی. اگه اجازه بدید من برم وسایلمو جمع کنم برم. من معذرت میخوام. لازم نکردی. همینجا بومون ماموریتت انجام بده. برای نجات جون او مادر بچه و هم هر کاری از دستم بر بیاد من کوتاهی ندارم. ممنونم. شما خیلی مهربونید. الو. خب میدونم منم رفیق اصغرام. الو 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 قطع کرد. حس میزدن قبول نکنن. یعنی چی میخواست؟ هیچی. اونا منو نمیشناسن، یعنی اصلا قبولم ندارن. میگن خود اصغر بعد چشم چراغ برداره بیاره. دیدی گفتم بالای این نردبون و آنتن میده. انسی خانم ما موندم شما چجوری اینجای کشفش کردی. خب حالا چیکار کنیم؟ هیچی. ما میتونیم اصغر وادار بکنم با شما همکاری کنه. روزانه به چش تعصب داره. باید بریم اداره. کدوم اداره؟ بریم بریم, بریم کادیونشن. یا علی. من منم بالا میرم. خدا حافظ. سرا یا جون بیا این بگی. تیش بگی بذاری حس و جوش نخور. برای قلبت خوب نیستا. بیا بشین هندونه بخور. شما داری میگی این همه مدت یه دوزی بغل دستم بوده و حال فقط شما من بشین هندونه بخور حس نخور. تازه شما که تو ایتی آدم شناسی این همه تخصص داری. لبه ریحان مامان. نه 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 بلش بکنی. راست میگه دختر، راست میگه. دیدی کی تو گولم زد؟ Thank you.
بعد شانس آوردیم که از ما چیزی نبرده. گفتم یه جوری مشکوک میزنه، نگفتم؟ گفتم این که آشپزم نیست، من همون اول فهمیدم، نفهمیدم؟ بله، معما چو حل گشت آسان شد. والا فکر میکنم حالا باید خدا رو شکر کنیم که همه چی به خیر و خوشی تموم شد. شما که هنوز خونه نخریدی؟ منظورش ایه که ایشالله شما خونه دار بشین. ایشالله میگم آه کاش که انگشتری رو برداشته بود آورده بود دیگه دور دیگه بدیدی بش. اتفاقا پیشمه. ها والا حسن آقا عصر دادم دستون هنوز تو جیبتونه؟ دیگه چیشم ترسیده از خودم دورش نمی کنم. بفرمون. ببینم کی میتونه روی قیمت بیزاره. آجا آقایی بیشتر ارزشش معنویه. باشو میخوای واقعا این برده ببشه چرا؟ خب جاش اونجا. ای بگم دیونه که اینه برای خودت ور نمیداری بیرا نگفتن. حالا تو هنوز عقلم سر جاشه لطف کنیم بدین چون فردام شاید چرا قرار دارم. بفرم حسن آقا این شیرنیو هم از آب گذشتن آقا بفرم تو مزخطی خوبی این یارو الگانس کیه؟ به نظرت چرا میخواد حتما با خود اصغر معامله داشته باشه؟ شاید چیزی هست که ما نمیدونیم. قربان با اینکه ما دورادور با اینا ارتباط دارم ولی مطمئنم اصلا آدمای تیز و باهوشی نیستن. حالا چون قدیمیان تو بازای رفت آمدی دارن، پولم که دارن هر کسی که بخوان اجیر میکنن. یارو اصغر میگفت الگانس آدم محتاطیه، آقا به هیچ کس اعتماد نداره. با اصغرم که قرار میذاره حتی بیرون شهر. حالا با یوسف چجوری میتونه با ما حرف بزنه، با ما صحبت بکنه؟ نه آدرسی ازش داری، نه نشونی، هیچ. نوکرتو به 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 نطقم که خوب میکنی. چطور بیا جای ما اینجا کار کنی ها؟ قربان البته این سیبیلای دست کتریش باید بزنه. جناب سر با شما خودمونی شدین ها. میگم تو میتونی حمزه رو قانع کنی که در گیر انداختن اعضای باند به ما همکاری کنه؟ مطمئن باشین شما فقط به ما اجازه بدین باش حرف بزنم. ها؟ بریم. نوکرتم. آقا نوکرتم. با اجازه شما. جلالی به خاطر حسن نیتش دستبندشو باز کن. تشکر آقا. باز کن دستم. باز کن. شیران